درود بر شما عزیزان و یاران همراه. به یادی خدا 24 جلسه از سلسله برنامه‌های آموزشی رو شروع می‌کنیم با آموزش یک فرم بسیار مهم و کاربردی در انگشت گذاری، که این فرم در هم در بداهه نوازی بسیار به کارتون میاد و هم در قطعات ضربی خاصه 4 مسرام. قبل از اینکه راجع به این فرم انگشت گذاری باهاتون صحبت بکنم، اول تشکر میکنم که در پست قبل سوالی که پرسیدم بسیار خوب تعامل کردید. تعداد زیادی از شما عزیزان نظراتتون رو گفتین، تک تکشون رو خوندم و در اولین فرصت به احترام تک تک خواستو خواهم داد. ازتون ممنونم. و تشکر بعدی من به این دلیل هستش که میبینم دوستانی به من کمک میکنن که این ویدیوها منتشر بشه تا برسه به دست افرادی که شرایط کلاس رفتن ندارن. به هر دلیل شاید این توضیحاتی که من در حد سواد کمی که دارم میگم به دردشون بخوره. قبل از اینکه شروع کنم به توضیح، سوالی در مورد این جلسه سوال دیگری ازتون میپرسم و دلم میخواد مثل جلسه قبل شرکت بکنید در گفتگو. امروزه در دنیا موسیقی خیابانی خیلی رواج داره و ببینین که گاهن کلیپ های ممکنه به دستتون برسه که اساتید و نوازنده های صاحب نام در سراسر دنیا به اجرای موسیقی خیابانی میپردازن. آیا اگر شما روزی در ایران، با توجه به اینکه ما در ایران نگاه ها و فرهنگ های متفاوت و زیاد و گوناگونی داریم، حالا بحث عقاید، بحث فرهنگ ها برداریم، اگر شما ببینید روزی در خیابان یک نوازنده صاحب نام داره اجرای خیابانی انجام میده، نگاهتون به اون شخص چیست؟ یا سوالم اینطوری بپرسم، آیا اصلا موسیقی خیابانی وجودش، حضورش ضرورت داره از نظر شما یا نداره؟ اگر ضرورت داره یا نداره، موافق یا مخالف بودنتون رو لطفاً توضیح بدین. و خیلی برای من مهمه که بدونم نگاهتون به اون نوازنده که داره گوشه خیابون ساز میزنه، علاوه خصوص اگر صاحب نام باشه، چی هستش؟ متشکرم. ما یک فرم انگشت گذاری داریم که هم در تار و هم در ستار کاربرد داره و بیشتر در تار، البته به خاطر قطر دسته ساز، نه که در ستار نشه، در ستار هم میشه، منتها در تار خوبه بدار شفافتر این تکنیک اجرا میشه. گاهن بعضی از بچه ها میگن که آقای صفدری، ما میشنویم یه نفر داره ساز میزنه ولی انگار دو نفر دارن میزنن، ما دو تا صدای همزمان میشنویم، این داستانش چی هستش؟ خیلی ساده است، دقت بکنید. برای این تکنیک لازمش این هست که شما مضراب ریزتون قوی و روان باشه، چون پایه این تکنیک رو مضراب ریز به عهده داره، یعنی مسئولیت کلا به عهده مضراب ریزه. در این فرم یک انگشت به صورت ثابت میمونه، حالا یا سوم به صورت ثابت میمونه، انگشتای دیگه به سیمای دیگه کار میکنن، یا دوم ثابت میمونه یا اول. کمر براتون مثال میزنم. ببینید، به عنوان مثال من چند تا نوت فا رو مضراب ریز میزنم، تمام فاهایی که ریز میزنم همه نوت سیاه یک ضربی هم. ببینید، فا یک ضرب، ضرب بردی و اینم آخرین ضرب. خب دیدیم که من همه نوتای فا رو ریز زدم، همه هم در قالب نوت سیاه یک ضرب، اما بین اینا فضای خالی وجود داشت. خب طبیعی دیگه، باید وجود داشته باشه، نمیشه که به هم پیوسته باشن. اگه به هم پیوسته باشن، خب باید کمان اتحاد باشه دیگه، نه؟ وقتی کمان نداریم، طبیعتا وقتی شما فای اول رو ریز زدید، باید قطع کنید که فای بعدی رو ریز بزنید دیگه، باید قطع کنید که باز بعدیش رو ریز بزنید. ما میخوایم با یک سری اجرای نوت‌های زینت یا به قولی نوت‌های اشاره این فواصل خالی رو پر بکنیم و این گونه به نظر برسه، یعنی این گونه به گوش برسه که انگار دو نفر دارن ساز میزنن. چطور؟ ببینید، این فای اول ریز زده شد، فای بعدی، دوباره فای بعدی. خب انگشت سوم من پرده رو گرفته، ممکنه در اجرای این ترمین اوایلش انگشت سومتون اندکی درد بگیره، طبیعیه. خب انگشت سومتون ثابت میمونه سر جای خودش. فای اولی که ریز میزنم، فای بعدی رو قبل از که ریز بزنم با انگشت دوم بالا سرش مثلا به دو اشاره میکنم، یعنی میشه ببینید فا رو میزنم به دو سری اشاره میکنم، دوباره فا رو ریز میزنم. ببینید، این فای اول، حالا اشاره به دو، فا ریز، سی مول ریز با انگشت اول، لا به کار ریز، دوباره سی و مول، دوباره دو، سی، دا، سون، دو، سی، دا، سرعت سی برنم بالا تر بگیدید. فکر کنم معمای این برای خیلیاتون حل شد که پس داستان چی است. حالا چطوری میتونیم تمرین بکنیم؟
شما فا رو ریز میزنید با انگشت دومتون بالا سر فا. ببینید انگشت سه ازش تکون نمیخوره. فا رو دارید ریز میزنید، انگشت دومتون یه لحظه میاد دو رو میزنه و سری که زینت دو اجرا شد باز ریز فا شروع میشه. ببینید این فای اول، حالا زینت دو، حالا ممکن اولی که دارید تمرین کنید اتفاق بیفته. ببینید فا ریز میزنید، فا تو قطع میشه، بعد اینطوری میشه، یعنی فا رو که ریز زدید قطع میشه، زینتتون که زدید یه فاصله سکته داره، بعد ریز شروع میشه. اشکال نداره، حالا اول راه دیگه، بعد تاتی تاتی بکنیم تا یواش یواش رو رفتن یاد بگیریم دیگه. خب من خیلی ابتدایی میخوام بزنم. ببینید اینطوری میشه، فا یه زینت دو، دوباره سری فا ریز میکنه. میدونم سکته داره، عمدن دارم این سکته رو براتون خودم به وجود میارم که ببینید در اوایل تدریس بعد حالت حرفه‌ایشو در چند فرم میذارم براتون. دقت کنید، فا ریز، انگشت دومتون درد میگیره، طبیعیه. فا یه زینک دو، یه ذره سکته داشت، اشکال نداره. حالا سی و مول یه ذره سکته داشت. این سکته میدونی بخاطر چیه؟ بخاطر اینکه مصداق یه لحظه باید بره بالا، اون رو تو بزنید رو بالا، پایین این سکته به وجود بیاد. ولی زمان که روان شدید دیگه اون سکته هم نیست. عرض کردم چند لحظه دیگه براتون اجرا میکنم. خب فا ریز دو، حالا سی و مول البته، حالا دا، حالا سول دست باز، دوباره برمیگردم. خب میشه با این نوت دیگری هم اضافه کرد، مثلا با شست فای با اون میگیرم، چون کوکی من دو سوره هستش، ره سو سی لا دو سی. خب الان سکته داری. حالا در حالت بعدی انقدر ریز من سری و روان میشه و انقدر زینت ها رو سری میزنن که شما فکر میکنید این اگر چشم تو رو بندیم گوش بیدید فکر میکنید دو نفر دارن ساز میزنن. ببینید و بعد این نیست که ضروری مثلا الزاماً همینجا باشه، نه، من اینو منتقل میکنم به جاهای دیگه. ساز هم دقت بکنید، ببینید شما الان هیچ گونه سکته ای نمیشنوید، دقت کنید. انگوش سه رو مثال زدم، حالا مثلا انگوش دوم، یا انگوش اول، خب این چه کاربردی داره؟ کاربردش اینه که پس دیدی که من وقتی داشتم اول تمرین میکردم همراه با سکته و فاصله و مکس بود، بعد یواش 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 سرعت و توانم که در فعالیت اون مکس از بین میره. چه کاربردی داره؟ کاربردش مثلا در یک قطعه مثلا آوازی مثال میزنم، در چهارمزار براتون مثال میزنم که بسیار در چهارمزار کاربرد داره و خود منم خیلی اینو در چهارمزار استفاده میکنم و دوست دارم. مثلا ببینید، ببینید ردیفی میتونه براتون کاربرد داشته باشه به داه نوازیاتون و هم در قطعات ضربی که حالا مثلا براتون یک دو تا جمله رو مثال زدم. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید باشه. اینو خودتون میتونید بسته و گسترش بدید روی پرداد مختلف، دستگاه مختلف، مثلا به عنوان مثال در ماهور مثلا
الاخر یا الاخر در دستگاه و آوازهای مختلف میتونید این نکاتون تجربه بکنید و روان بشید و بتونید ازش بهره ببرید. امیدوارم این مطالب براتون مفید بوده باشه. عرضم خدمتتون که من یک بار دیگه سوالمو مطرح میکنم و انتظار دارم پاسخ بدید که آیا وجود و حضور موسیقی خیابانی در ایران الزامی است و اگر نوازنده رو ببینید گوشه خیابان داره ساز میزنه نگاهتون به اون نوازنده چی هستش؟ از نظر شما خوبه یا بد رو کامنت بفرمایید. به امید خدا تا برنامه بعد.